عبد الله بن مسعود رضي الله عنه میگه معز رسول الله صلی الله علیه و آله که ان اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون، سخت‌ترین عذابی که در روز قیامت برای مردم داده میشه برای کی داده میشه؟ برای کسایی که تصویر میگیرن، این تصویرهای فوتوگرافی و یا رسامی رسم انسان‌ها را میکنن و آله این موبایل ها صاحب چیز. یکی تصویر متحرک است، ایره علما میگن تصویر متحرک در صورتی که صحبت های علما یا قرآن یا چیز باشه ایره اجازه دادن، اما دیگه تصویرهایی که تصویرهای ثابت که است، تصویر ثابت علما میگن به اساس حدیث تنها در ضرورت اجازه هست، به ضرورت گفته در ضرورت استثناء هست، اصل حرام است، استثناء در ضرورت است که تو پاسپورت میگیری یا تو تذکره میگیری یا تو یک سند میگیری و بدون از اون سند تو نمیشه از این خاطر استثناء. اما ای که تو 24 ساعت در هر مجلس که سر گوسفندم کت گوسفندم استاشی باز وقت تو عکس خود گرفته و سر شطور هم در هر جا که ببین صاحب عکس ها رو 24 ساعت و تمام روز دیگه کار ندارن، ای عکس پرستی در قدیم منجر به چی شده؟ منجر به بت پرستی شده و در عصر امروز عکس پرستی منجر به این شده که مردم یک صفحه قرآن در صفحه فیسبوک خود نمیپرته، یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله نمیپرته، جایش کلش چی گرفته؟ تصاویر. فقط کمی فیسبوک رو باز کنی فقط اونم عکس هاست، یکی گدایگر پاچا ساخته و پاچا را رقاصه ساخته در اینمی عکس و عکس بازی اوترا مردم بسیاری وقتا، در حالی که در فیسبوک یک مسلمان باید چی باشه؟ زیادتر کوشش بکنه که احکام الله را، مسلمان واقعی او است که وقتی که تو را ببینی الله یادت بیاید، مسلمان واقعی کی است که تو را ببینی الله را یاد. و اگه تو مسلمان واقعی هستی تو کسی هستی که برازو کی را یاد بدی؟ الله را به یادش بدی. پس وقتی که فیسبوک تو را باز میکنه اولین چیز باید چی باشه؟ الله را به یادش بری، پیغمبر را به یادش بری، دین را به یادش بری، احادیث نشر کن.